میفهمه که دعوا کردن هیچ معنایی نداره. آره زندگی قشنگه، بس خوش بگذرونی. با این حرفایی که میزنی معلومه معنی زندگی رو خوب درک کردی دایی. مرد خیلی باحالی هستی، خوب شد آشنا شدیم. همینطور شما ملک خانم؟ منم همینطور، خیلی خوب شد باهاتون آشنا شدم. فکری نظر چیه دیگه بریم؟ کل روز با بچه ها بودیم. ای بابا کجا میخواین بریم؟ شما هم دیگه جزو کمپ هستین، تازه اشغال میخواد شروع بشه. جدی میگی؟ چه اشغالی؟ شما اینجوری اشغال میکنی؟ این چه حالی داره؟ شت سب کن بذار من بخونم همراهی کن. باشه. فکرمین اینجه گلو قلبیم اینچن بلبلو او گن کی گردم سینی یک Günah yaktım O gün ki gördüm seni Yaktım ah yaktım Paşa 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 İça Ya ya شد ملک درد داری؟ نه نه خوبم، چیزی نیست. مطمئن؟ نگران نباش خوبم. اگه حالت خوب نیست میتونیم برگردیم. نه حالم خوبه ممنون، خیلی خوشحالم، جدی میگم تا حالا تو زندگی به انقدر خوشحال نبودم. به لطف تو کاش هیچ وقت تموم نشه. اصلا فکر همچین چیزی رو نه، هیچ وقت تموم نمیشه. فلیس چی شد؟ انگار از دیدنم تعجب کردی. نه کی اومده فلیس؟ چجوری آزادت کردن؟ وقتی دیدن مدرک کافی علیهم ندارن مجبور شدن آزادم کنم. نقشت اینجوری که میخواستی پیش نرفت. حالا هرچی، من نیومدم اینجا که جر و بحث کنم. زینب رو برمیدارم میرم. بابا دخترم
با همه خداحافظی کن. میخوایم بریم. بودو. میشه یکم حرف بزنیم عمر؟ حرفی برای گفتن نداریم. فقط اومدم زینبو بردارم. باشه یکم حرف بزنیم بعد. باشه. خواهری، زینب برای همیشه میره. یه لحظه عزیزم. لطفاً برو تو اتاق. تو اون بسته رو گذاشتی نه؟ ببخشید. تو یه بسته مواد مخدر گذاشتی تو خونه که از من انتقام بگیری، درسته؟ چرت و پرت نگو فیلیس. من از این قضیه خبر ندارم. در ضمن نمیادم این حرفا رو گوش کنم. فقط اومدم دخترم رو ببرم، همین. منم انتظار نداشتم اعتراف کنی. چیزی که میخواستم در موردش حرف بزنم این نبود. واقعا؟ پس چی میخواستی بگی؟ زینب، تو پدر واقعیش هستی. میدونم که دخترتو خیلی دوست داری. اگه واقعا دوستش داری بذار همینجا بمونه. مثل اینکه دیوونه شدی. شرایط زندگی تو مشخصه، همه چی کاملا واضحه. بذار بچه با ما زندگی کنه. بذار از اسلحه و خطر دور باشه. هر وقت خواستی بیا ببینش، خیالت راحت. پلیز، همچه چیزی غیر ممکنه. زینب دخترمه، جاشم پیش منه. باشه، پس یه سر و سامونی به زندگیت بده. اون بچه لیاقت یه زندگی خوبو داره. باشه. خیالت راحت. اصلا نگران نباش. بابا؟ اومدم دخترم، اومدم. بری. آفرین. بیا اینجا ببینم عزیزم. همیشه هم اینجوری دختر خوبی باش. باشه؟ آره تو پدرشی، تو این موضوع حرفی نیست. اما ما هم خانوادهشیم. رو این حساب حواسم بهت هست. حواس منم بهش هست. عزیزم، خاله جون، ما تو رو خیلی دوست داریم عزیزم. هر وقت خواستی میتونی بیای ما رو ببینی. بابات میارتت. باشه. فکرت، برو تو لایه نرو صدا کن. دخترم، من تو رو خیلی دوست دارم. اینو هیچ وقت یادت نره. یادم نمیره. چشم آقایی خوب قضا با خودیه. باشه دختر قوی باش. بیا دخترم، بیا. مواظب خودتون باشین. به امید دیدم. کفشتو بپوش. چیزی خوردی؟ زینب رفت خاله تولای؟ آره عزیزم رفت. شیما خانم سلام عرض شد.
آقای ارکان و خانومش رو آوردم خدمتتون. خیلی از خونه خوششون اومده بود. پای تلفن باهاتون صحبت کردم. بله. بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. فقط یه لحظه اجازه بدین. من یکم چیز اینو بپوشید بی زحمت. میدونم اذیت میشین، اما اینم شما بپوشین. یکم هم رول بکشم. ببخشید. اجازه بدید شما رو هم بکشم. خوب شد چیزه. نه 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 اجازه. رو کفشتون نه. کفشتون رو در بیارید. میتونیم بیاریم؟ بله بفرمایید بفرمایید. از کجا شروع کنیم؟ اینجا اتاق دختر منه. وای دخترتون چند سالشه؟ 17. اسمش مژده است. چقدر خوب. ما هم قراره دختر دار بشیم. آخه این کوچولو دختره؟ وقتی ما این خونه رو خریدیم من حامله بودم. مژده تو این خونه به دنیا اومد، تو این خونه بزرگ شد. خب از این بر بفرمید. بفرمید. بفرمید اینجا آشپزخونه است. بچه های خیلی خوبی هم مگه نه؟ آره آره. ای خدا ببین چقدر قشنگه. کاش همیشه همجا زندگی میکردیم. نه اینا هم هیچ جا نرن، همینجوری محتراشون اینجا پارک کنن تا آخر عمرمون اینجا زندگی کنیم. چقدر مزه میده. ما خیلی روزا رو در پیش داریم هم مگه نه دختر؟ چی شده؟ درد داری ملک؟ نه خوب هم چیزی نیست. خب خدا رو شکر. آره خب. کاش بهشون میگفتی موقع برگشتم بستنی بخرن. دلم خواست. جدی میگی؟ دلت خواست؟ آره. خب میرم برات میخرم. خودم هم میخرم. ملک 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 خیر خواهد. خیلی خوب چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ خیلی خوب بلم کن. خواهش میکنم بلم کن. بلم کن دختر. بلم کن. بلم کن. باش نکن. خواهش میکنم. خواهش میکنم نکن. خواهش میکنم. خیلی خوب بی بریم. خیلی خوب
چی کار داشته میکردی؟ تو دیوانه شدی؟ هم میخواستی خودتو خفه کنی هم منو بکشی؟ تو رو خودم برو فکری بذار تمام بشه، فکری دیگه تعمال ندارم، اینجوری نمیتونم، نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم با فکر مردن زندگی کنم. آره همه چی با تو خیلی قشنگه، خوش میگذره، با تو خیلی میخوام، اما من قراره بمیرم. بس دیگه، همه یه روزی میمیرن، هیچ که تا عوض زنده نیست، همه با این چه میدونن میمیرن زندگی میکنن. چه ربطی داره فکری؟ این خیلی فرق میکنه، گفتنش برای تو خیلی راحته. کجاش راحته؟ منم از مرگ برگشتم. من همین چند وقت پیش دخترم بزرگم رو خاک کردم، بعد از اونم زنم رو خاک کردم. من خوب میدونم مردن یعنی چی. هر لحظه ممکنه باز کبدم از کار بیفته. پس چطوری نمیترسی؟ چطوری میتونی انقدر خوشحال باشی؟ چطوری میتونی از همه چی لذت ببری؟ میدونی باز چی؟ چون من هنوز زنده. تو هم زنده ای، سر مره گنده جلوم واسدی. اما قراره بمیرم، میمیرم. آره میمیری، همه یه روز میمیرم. خب یعنی چی؟ چون قراره یه روز بمیریم دیگه نباید زندگی کنی؟ ها؟ خیر خب دیگه باشو، بیا باشو، بیا. ببین ببین، میبینی؟ خوشیدو میبینی؟ نگاه کن دریا رو، ببین دریا میبینی؟ به من نگاه کن، به من نگاه کن ملک، ما رو ببین. تو دیوانه ای؟ زندگی نکنی؟ بیا بیا بس مثل قبل زندگیمون ادامه بدیم. بیا تازه میخواییم بریم بستنی بخریم. اینقدر موهاتو نپیچ، خوبه. خوب شد خواهری؟ آره عزیزم خوبه، ور نرو باهاش. اسمتم بگیر گیلاس. اسمت بیه موهی تو رم شونه کنم، یکم شونش میکنم، اصلا درد نمیگیره. بیا. نمیخوام، یواش شونه میکنم، قول میدم درد نمیگیره. نمیخوام، میگم درد نمیگیره. هلی اگه نمیخوای باشه عزیزم، بیا. آهان، به وقتش به حرفم گوش ندادین، گفتم این لونه کلاغو کوتاه کنین، حالا عذاب بکشه. نه عزیزم نه، کوتاه میکنم. مامان بزرگ بچه رو نترسون. کوتاه میکنم. ای بابا. مامان بزرگ تو هم برو حاضر شو دیگه. من نمیدونم چی باید بپوشم. به چی دارین میخندین مسخره ها؟ ها؟ من زن خوشتیپیم، قراره بریم مهمونی، باید قشنگ باشم. دقیقا همینطور. پلیز مامان بزرگ هیجان زده شده. فیلیکس جانم، این لباس رو واسط پیدا کردم، مطمئنم خیلی بهت میاد، نگاه. وای آره خیلی قشنگه. برو بپوش تا دیر نشده، زود باش. باش. فکرت فکرت کجاست؟ آره ای بابا، این بچه هر وقت میره دیگه بر نمیگرده.
سلامتی. چرا اینجی لباس پوشیدی؟ کجا میخوای بری؟ عروسی؟ نه مهمونی. بشین دیگه. باشه. این چیه دستت؟ اینو واسه تو درست کردم، هدیه است. وای خیلی قشنگی. تو اینو درست کردی؟ خیلی قشنگی. قشنگترین هدیه یه که تو زندگیم گرفتم. یعنی خوشت اومد؟ چی داری میگی فکرم؟ رسمن عاشقش شدم. اینو تا آخر عمرم نگه هم میدارم. یه رازی رو بهت بگم؟ بگو. فکرت تو نزدیکترین دوست منی. تو هم همینطور آیشه. دلم برات خیلی تنگ میشه. منم همینطور دلم برات تنگ میشه. اما قصه نخور، همیشه به گوشی فیلیس چون زنگ میزنم. قول بده زنگ بزنی. معلومه که میزنم. هیچ وقت از هم دیگه جدا نمیشیم. باشه، بهت قول میدم. تو هم به من زنگ بزنی و وقتی رسیدیم بهت خبر میدم. من دیگه باید برم فکرت. خب باید برم تو خونه کمک کنم. من از خدافزی زیاد خوشم نمیاد. تو از طرف من از فیلیس خدافزی کن. باشه، سلام منو بهشون برسون. مواظب خودت هم باش. تو هم. خوشگل شدی خالی. فیلیس چه لباس قشنگی. خوب شده. معلومه فیلیس خیلی خوشگل شدی. ممنون. اما اسمت من از همه خوشتیب تره. من خوشتیب ترم. بله پس چی عزیز دلم. دیرمون نشه. مامان بزا کو طولایی داره کمکش میکنه حاضر شد. بدبخ شدی. ما اومدی. وای مامان بزرگو ببین چقدر خوشگل شدی. خوشگل شدم. حرف نداری مامان بزرگ. طولای داد لباس مامانشه. خیلی بهت میاد. خیلی ممنونم. خیلی خوب بریم. هنوز فکرت نیومده کجا بریم. اومد و همکنون جون خودشو نجات داد. درست به موقع اومدی وگرنه بد میشد. باریشه. وای عجب لباس قشنگی. ممنون. بیا تو. خب همه حاضرن؟ وای مامان بزرگ عجب تیپی زدی. بله داماد، من که آرتیست نیستم. راستی بهتون بگم که کاروانو آوردم، اصلا نیازی نیست راه بریم، همینجا سوار میشیم و راحت میریم. دست درد نکنه عزیز. فیلیس خوب خوشگل کردی. نکن داره نگاه میکنه. فیلیس منو ببین، خودتون رو دست کم نگیرین، محکم باشین. پس چی عزیزم؟ من اینجا چی کارم؟ بیا مامان بزرگ. فیلیس ببین شوهرتو ازت گرفت. آیلا کجاست؟ داخلم قربان. خوش اومدی. سلامت باشی. میز چطور شده؟ خوبه. به نظر منم خیلی قشنگ شده. من یکم تو آشپزخونه کار دارم، تو بشین راحت باش، الان برمیگردم. کاری که گفتم رو کردی؟ بله ثروت خان. هیجان زده نشو، یه کار دو دقیقه ایه.
خیلی مواظب باش. آیلا و ساواش نباید شک کنن. چشم ثروت خانم، شما نگران نباشید. آفرین. کارتو درست انجام بده، پولتو میدم. همه چی انجام شده. بیا تا وقتی که ساواشینا بیان یکم بشینیم. باشه. آآ مثل این که اومدن. خوش اومدی. خیلی ممنون. خوش اومدی ساواشون. خیلی ممنون مامان جون. آه اون ماشین چیه؟ آها اون خونه منه، البته به لطف بابا. از وقتی بابا از خونه بیرونم کرده اونجا زندگی میکنم، اما هیچ مشکلی نیست. خوش اومدین آیسال خانم. من ثروت آکتان هستم، پدر ساواش. حد زدم. منو ببین، ساواش کیه؟ اون یکی اسمم مامان بزرگ. آها آها آها. خوش اومدین بچه ها. فیلیز جون تو هم خوش اومدی. خیلی ممنون. بفرمایی. کفشمونو در نگیرین. نه عزیزم، لازم نیست کفشتونو در بیارین. اینجا بالا شهره پسر. بفرمایی. آیسل خانم بفرمایی این طرف. بچه شما هم برین اون اینجا بشینین. بله بفرمایید بفرمایید. انگار من رفتم بالای مجلس. اجازه بگیر. شکلات میخوام. بردار پسرم بردار. من همیشه میگم شکلات نخورن، اما بچه هست دیگه، چیکار کنم؟ برداریم بچه ها. بفرمایی. راستی شما باید تعارف میکرد. راست میگین. بفرمایی لطفا. قبل از غذا چی میل داری؟ چیزی نمیخورم. ما برای شام اومدیم. خیلی وقت بود میخواستم با شما آشنا بشم، اما قسمت نشد. ما هم همینطور. دو کلمه باهاتون حرف دارم که اگه نگم باد میکنم، ورم میکنم. مامان بزرگ. چیه؟ دخالت نکن. دخالت نکن. یکم در مورد این که میخواستی نوه‌هامو آواره کنی صحبت کنیم ثروت خان. مامان بزرگ میشه بعدن در این مورد حرف بزنیم؟ گفتم دخالت نکن، ساکت باش. الان باید حرف بزنیم. من و ثروت خان به عنوان بزرگترای شما باید قضیه رو حل کنی. مامان بزرگ خواهش میکنم. بچه ها اینجا. گفتم ساکت باش. فیلیس بذار مامان بزرگ حرفشو بزنی. اتفاقا مامان بزرگ راست میگه. منم کنجکاوم بدونم بابام چی میخواد بگه. راستش در این مورد هرچی بگین حق دارین آیسل خانم، چون من اولش از رابطه ساواش و فیلی زیاد راضی نبودم، اما وقتی به مرور زمان فهمیدم چقدر همدیگر رو دوست دارن نظرم عوض شد. باور کنین که به خاطر اینکه باعث شدم تو این مدت اذیت بشین خیلی پشیمونم. کلمه اذیت شدن رو بازش میکنیم بابا جون. از چی صحبت میکنیم؟ از آواره شدن، یعنی از اینکه باعث شدی از خونهشون بیرونشون کنن و آواره بشن. گفتم روشنش کنم. بله بله، یعنی من از همه خانواده معذرت میخوام، به خصوص از تو فیلیس. خواهش میکنم. شکلات میخوام. خیلی ناراحت کننده بودم. ما فقط ناراحت کننده بود فیلیس. این چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه. این مرد شما رو از خونه بیرون کرد. طوری حرف نزن که انگار چیزی نشده. ببین آقای ثروت خان، ما یه دونه دختر داریم. منم هستم. راستش بعد از اتفاقاتی که افتاده من میمردم هم فیلیزو به شما نمیدادم، اما این پسره آرتیستو خیلی دوست دارم.
خیلی عزیزه، معلوم نیست به کی رفته. شام آماده است آیل خانم. وای چقدر عالی. خواهش میکنم بفرمایین سر میز. بفرمایین. بچه ها شما برین اون طرف. ای وای میز رو ببین. چی بخوریم؟ گل بخوریم؟ برین بشینین. باریش چون با کدوم یکی از این قاشقا باید بخوریم؟